تحریم دو قاضی مرگ. روز پنجشنبه 28 آذر 98 خزانه‌داری آمریکا دو قاضی مرگ رژیم آخوندی را تحریم کرد. خزانه‌داری آمریکا با اشاره به تحریم آخوند جنایتکار محمد مقیسه‌ای و ابوالقاسم صلواتی، دو جلاد خون‌آشام خامنه‌ای که در لباس قاضی بسیاری از جوانان را روانه چوبه‌های دار کردند، اعلام کرد تمامی اموال و منافع این دو نفر که نامگذاری شدند مسدود می‌شوند و شهروندان آمریکا هم از معامله با آنها منع می‌شوند. دشخیم صلواتی در جریان قیام مردم در سال 88 بسیاری از جوانان و زندانیان دهه 60 را با احکام سنگین و اعدام محکوم کرد و محمد مقیسه‌ای جلاد زندان گوهردشت در جریان قتل عام زندانیان سیاسی به پاس شقاوتش در سال 67 به ریاست شعبه 28 دادگاه رسید. سهیل دانیالی، احمدعلی وهاب‌زاده، مسعود افتخاری، اینا بچه‌هایی بودن که وقتی دستگیر شدن 15 سالشون بود و همه‌شون در سال 67 اعدام شدن. یکی از بچه‌هایی که به ناصریان اعتراض کرده بود، ناصریان پرخاش بهش گفتش که خودم لگد آخر رو بهت می‌زنم. با اوجگیری قیام و دادخواهی شهیدان، مایک پومپئو با اشاره به قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 گفت به هزاران ایرانی فکر کنید که در سال 1988 در زندان اعدام شدند. تحریم قاتلان یکی از نتایج سحر قیام سراسری مردم ایران است. باشد که در آفتاب پیروزی تمامی جنایتکارانی که دستشان به خون مردم آلوده گشته به دست عدالت سپرده شوند.